سلام دوستان خوش اومدیم به یک قسمت دیگر از هفته نامه های آکادمی گچ این هفته هفته بود که هاوینگ بیت کوین اتفاق افتاد و خب تاثیرات خودش رو در بازار گذاشت از طرف دیگه اتفاقات ژئوپلیتیکی که در دنیا و مخصوصا در خاور میانه در حال افتادن هستش تاثیرش رو روی همه بازارها و نه تنها کریپتو گذاشت و خلاصه مجموعه ای از این اتفاقات باعث تغییراتی شد که امروز میخوایم راجع بهشون صحبت کنیم اما امروز یک قسمت اضافه هم داریم بعد از اینکه راجع به اخبار صحبت کردیم نگاهی به آنچه انداختیم و سراغ تکنیکال ها رفتیم میخوایم یک هم در مورد فی ها و یا هزینه تراکنش و کارمزد تراکنش بیت کوین صحبت کنیم و ببینیم که در طی چند... یک... یک هفته اخیر چه اتفاقاتی براش افتاد و مهمتر از اون چرا؟ همچنین اگر تا آخر ویدیو همراه ما باشین یک مسابقه کوچولو با یک جایزه ناقابل در انتظارتون هست پس حتما حتما تا انتهای ویدیو رو تماشا کنید با ما همراه باشید خب مثل همیشه شروع بکنیم از هفته گذشته هفته گذشته شاید مهمترین اتفاقات رو اگه با هم بررسی بکنیم یکی ریتیل سیل توی آمریکا بود که روز دوشنبه اعلام شد و این فروش و خرید فروش خورد فروشان رو نشون میده مغازه ها رو در واقع نشون میده و یه جورای قدرت خرید رو میرسونه که آیا داره بهتر میشه و یا ب... ب... بدتر میشه 7 درصد مثبت بود نسبت به ماه گذشته انتظارات 14 درصد بود و خب این نشونه خوبی از نشون میده که هنوز قدرت در کف خیابون به نوعی وجود داره قدرت خرید قدرت اقتصاد در کف خیابون وجود داره و در کل نشانه مثبتی هستش از این جهت که افزایش نرخ بهرهایی که تا الان وجود داشته هنوز تاثیر قابل توجهی روی خانوارها به طور خاص نذاشته و هنوز میتونن خریداشون رو انجام بدن چیزی نیستش که دیتایی نیستش که خیلی مهم باشه در حال حاضر اما منفی بودنش و مثلا منفی بزرگ بودنش میتونه خیلی خطرناک باشه اما هنوز به اونجا نرسیدیم که بخواد اینجوری باشه و در واقع نشانه از رکود باشه فعلا پس خبری از اون نیستش اما روز سه شنبه سی پی آی یا تورم از کانادا اعلام شد کانادا اولا کمتر از انتظارات بود سال به سال تریم سی پی آی رو اگر نگاه بکنیم 3.1 درصد بود انتظارات 3.2 درصد ماه گذاشتن هم درصد بود و این داره چه نشون میده این داره نشون میده که بالا نگه داشتن نرخ بهره برای کانادا داره جواب میده و تورم رو داره میاره پایین طبیعتا هنوز با تورم دو درصدی فاصله قابل توجهی وجود داره ولی همین کاهش تورم سال به سال رسیدنش به 3.1 درصد نشون میده که نرخ بهره بالا کار میکنه طبق معمول سوال اینه که نرخ بهره ها تا کجا میتونن بالا بمونن واسه هر کشوری جدا کنه طبیعتا این باید بررسی بشه اما بالا موندنش طبیعتا تاثیرش رو روی سی پی آی گذاشته و این موضوع رو داریم میبینیم روز سه شنبه آقای پاول یه سری صحبت هایی کردش صحبت ها بیشترش تکراری بود به عنوان مثال این قسمت که اگر تورم بالا بمونه فدرال رزرو آماده هستش که نرخ بهره تا موقعی که لازم هستش بالا نگه داره و خب این تاثیرش رو در پیش بینی های نرخ بهره گذاشت که الان با هم در فد واچ تول بررسی میکنیم اما صحبت دیگه ای که اضافه تر شاید بود این بود که آمریکا خود نشون داده که اقتصادش هنوز قوی هستش و دیتاهای جدیدی که پخش شدن نشون میده که به طور خاص پی سی ای که هفته آینده لام خاطر راجع به صحبت میکنیم اما دیتاهای جدیدی که پخش شدن نشون میده که هنوز ما پیشرفت قابل توجهی در مهار کردن تورم امسال نداشتیم و خب این یه جورایی یه سیگنالی به بازار بود که آقا آماده باشیم میتونه نرخ بهره برای مدت طولانی تری بالا بمونه خاطرتون باشه اول سال 2024 پیش بینی ها بر این بود که ما 4 تا 5 تا بعضا حتی میگفتن که 6 تا کاهش نرخ بهره در طول سال 2024 خواهیم داشت اما همینطور که داریم جلوتر میریم این اعداد کمتر و کمتر میشه بیایم همینجا که هستیم بریم سری به فدواش طول بزنیم اولا جلسه بعدی نه روز دیگه هستش یک می 2024 و تقریبا مطمئن هستیم و خیلی وقته بیش از یک ماهی که مطمئن هستیم که کاهش نرخ در جلسه می نخواهیم داشت و ما نگاهمون به جلسه جون بود ماه گذشته پیش بینی بر این بود که در جلسه جون اولین کاهش نرخ بهره رو داشتیم ولی در طی ماه گذشته با توجه به اتفاقاتی که افتاد با توجه به جنگی که صورت گرفت و خیلی اتفاقات دیگه الان به جای رسیدیم که تقریبا مطمئن هستیم بالای 80 درصد 83 درصد تقریبا مطمئن هستیم که این کاهش نرخ بهره در ماه جون هم حتی در دوازده جون هم اتفاق نخواهد افتاد و جولای شاید اولین ماهی هستش که این احتمال وجود داره اما کماکان خیلی فاصله داریم هنوز انتهای جولای هنوز خیلی فاصله داریم ولی خب کماکان پیشبینی بینی برای این هستش که حتی در ماه جولای هم ما کاهش نرخ بهره نخواهیم داشت هفته گذشته همین موقع انتظارات این بود که اولین کاهش نرخ بهره رو بالاخره در جولای میبینیم اما با اتفاقاتی که این هفته افتاد و صحبت هایی که آقای پاول کرد این احتمال هم حتی حتی اتا... اتا... کماکان بگم هر کلوش 60 درصد اینجوری نیستش که قطعی مطمئن باشیم و هم وقتی اینقدر فاصله داریم تا تاریخی پیش بینی ها اونقدر دقیق نیستش بسیار عالی ولی خب جون اولین جای بود که انتظار داشتیم کاهش نرخ بهره داشته باشیم اما اون هم الان اینطور نیستش و اولین جایی که میتونیم کاهش رو ببینیم در ماه سپتامبر هستش که همونطور که میبینید خیلی پراکندگی صاف شده دوباره به خاطر زمان زیادی که فاصله داریم باش بعضی دوستان با این نو چارت آشناتر هستن اما میتونیم ببینیم که با نگاهی به این نو چارت میتونیم ببینیم که تا انتهای 2024 فقط دو تا کاهش نرخ بهره پیش بینی میشه الان توسط بازار طبیعتا با تغییر شرایط اینها هم تغییر خواهند کرد اما جالبه که تغییر لحن و تغییر نگاه بازار رو ببینیم بسیار عالی بر اگر بخواید بدونید که چطوری این حساب میشه حتما حتما ویدیوی آموزشی فدواش رو ببینید تک تک این ابزارها رو میتونید ببینید ولی خب از دستشون ندین برگردیم به در واقع هفته گذشته اون هفته گذشته عدد دیگه ای که اعلام شد دوباره روز سهشنبه سی پی آی از نیوزیلند و از بریتانیا اعلام شد برای نیوزیلند کوارتر بر کوارتر یا سه نسبت به سه گذشته 6 دهم درصد بود این انتظارات اتفاق خاصی نیفتاد از پوند اما یک همین بیشتر از انتظارات 3 و درصد به جای 3 و 1 درصد CPI سال به سال اعلام شد ولی کماکان روند نزولی اینجا مشخص هستش یعنی حتی اگر در همین ماهای آخر هم نگاه بکنیم میتونیم که روند نزولی تقریبا ثابتی رو میتونیم ببینیم و این خب خبر خوبی هستش برای بریتانیا اما نگاهی به استرالیا بندازیم روز چهارشنبه نرخ بیکاری از استرالیا اعلام شد 3.8 درصد کمتر از انتظارات ولی کم بیشتر از ماه گذشته این دوباره میتونه به خاطر اون سیزنالیتی یا فصل ها باشه و بعد بذاریم یکی دو ماه دیگه بیشتر بگذره تا ببینیم که آیا واقعا این روند افزایشی داره اتفاق میفته یا اینکه نه چیزی هول و هوش 3.6 تا 4 درصد نگه داشته دقت کنید 3.6 تا 4 درصد نرخ بیکاری برای استرالیا عدد بدی نیستش اگه نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که در کل زمان بین 2013 تا 2020 عددها همیشه بالای 5 درصد بوده و الان در اوضاع خوب اقتصادی داره به سر میبره کشور استرالیا اما بریم و هفته آینده رو با هم مرور بکنیم هفته آینده خیلی خبرهای خاصی نداریم یه سری PMI داریم از اتحادیه اروپا اعلام خواهد شد از استرالیا CPI نرخ تورم اعلام خواهد شد شاید مهمترین اتفاق از ژاپن باشه ژاپن نرخ بهره در روز پنجشنبه تعیین خواهد شد و همچنین صحبت‌های رو پرس کانفرنس رو خواهیم شنید از بانک بانک اف ژاپن در روز پنجشنبه ژاپن یکمی هم میخوام راجع به صحبت بکنم زیاد هم وقت بذارم فقط اینم بگم تاش که روز جمعه PCI ایندکس اعلام خواهد شد نرخ تورمی که فدرال ریزر و آمریکا بیشتر بهش توجه میکنه تا بازار که سی رو بیشتر توجه میکنه بهش پس پی سی ای میتونه, میتونه بهمون خیلی چیزا رو نشون بده راجع به تصمیم های بعدی پاول و احتمالا تاثیرگذار باشه در فد واش تول اما یکم راجع به ژاپن صحبت بکنیم ژاپن از اینجا من چیز کاملشو دارم لینکش هم براتون میذارم اگر دوست دارین که بخونین اما بانک مرکزی ژاپن سالیان سال هستش که نرخ بهرش رو پایین نگه داشته حتی منفی نگه داشته در سال 2016 شروع کرد حتی به منفی کردنش و همزمان QE یا QQE رو انجام داده که تولید پول هستش چاپ پول و ایج... چاپ در واقع بنک نوت ها و اینجکت کردن و تزریق کردن پول به سیستم هستش خاطر اینکه همیشه ژاپن مشکل داشته با اینکه با در واقع قسمت اشتغال در کشورش و این آسان نگه داشتن وضعیت اقتصادی راهی بوده برای اینکه بتونه اشتغال رو در واقع ترغیب کنه و بیشترش بکنه این داستان از سال 2013 شروع شد اما خب بالاخره این پایین بودن نرخ بهره حتی منفی بودنش باعث این شد که تورم قابل توجهی داشته باشه اما نه تورم در واحد خودش بلکه بیشتر نسبت به ارزهای دیگر و مخصوصا از سال 2020 به این به خاطر اینکه بقیه بانک‌ها شروع کردن به سختگیری زیاد ژاپن کماکان آسانگیری قابل توجهی رو داشت ارزش ین نسبت به سایر ارزها کاهش قابل توجهی رو داشت اما صحبتی که شده و در واقع این هفته پیش اتفاق افتاد اما این هفته هم احتمالاً نتایجش رو ببینیم در نرخ بهرا این بود که خیلی تمرکز بانک مرکزی ژاپن الان بر این هستش که با چه سرعتی میتونن نرخ بهره رو تنظیم بکنن و این که و اینکه به چه لولی به چه عددی بالاخره خواهد رسید خیلی برای بانک آف ژاپن مهمه که کماکان این در واقع پالیسی خیلی آسانگیرانه رو ادامه بده دوباره به خاطر اینکه اون بالانس بین عرضه و تقاضا و اشتغال رو بتونه نگه داره کماکان هدفش هدف تورمی دو درصد هستش مثل اغلب کشورهای دنیا ولی خب کماکان رسیدن بهش خیلی کار سختری خواهد بود نسبت به کشورهای مثل آمریکا و کانادا استرالیا بریتانیا و حتی اروپا که الان دارن اون نرخ بهره بالا خیلی میتونن این تورم رو بیشتر کنترل کنن پس دلیلی که میبینین ژاپن منفی یک درصد بوده این... به این دلیل هستش ولی خب در مارچ ما اولین نرخ بهره مثبت رو در ژاپن دیدیم ولی خب ببینیم که چطور خواهد بود آیا افزایشی خواهیم داشت یا برمیگردیم پایین پیش برای هستش که تغییری نخواهد کرد اما مانیtarی پالیسی کماکان جای تغییر دارد بسیار عالی این از بخش اخبار امروز امروز یکم میخوام تر ترتیب رو عوض بکنم و به جای اینکه راجبه اول صحبت کنیم یکم اول راجبه تکنیکال ها صحبت کنیم بذار خاص از بیت کوین میخوایم شروع بکنیم خیلی جالبه که الان که داریم با هم صحبت میکنیم قیمت تقریبا همون جایی هستش که در هفته نامه گذشته بوده و این نوسانات اتفاق افتادن بین این دو هفته خیلی چیز خاصی نمیگه اینکه این هفته خیلی حرکتی نداشت حرکت که داشتیم ولی برگشتیم یه جوری به به حسر جامون که بودیم اما چیزی که میخوام بهتون انتقال بدم و مهم هستش اینه که یک اون قدرت روند سعودی قطعا به پایان رسیده اینو میتونیم هم در OBV ببینیم این پایین هم میتونیم در خود قیمت ببینیم و تقریبا هر ایندیکیتور رو هر در واقع نمودار دیگه یا بیاریم بالا این موضوع توش دیده میشه و در این شکی نیستش اما طبیعتا اتفاقایی که در طول هفته افتاد جنگی که در خاور میانه در جریان هستش فشارش رو روی بیت کوین آورد ولی خب با فشار خرید هم از اون ور مواجه شد و قیمت جورایی توی همین هول و هش نوسان کرد من چی میبینم از بازار من از بازار چیزی که میبینم این کانال رو به پایین هستش هفته گذشته این خط آخر سرپت این پایین رو نداشتیم من صرفا این خط رو کپی کردم و الان نشون کردم با این دوتا نقطه صرفا برای اینکه کانال کامل تری داشته باشیم و انتظار من این هستش که فعلا مدت در این کانال بمانیم. نگاه دیگه ای که وجود داره که اونم به نظر من همینقدر ولید و قابل اتکا هستش اینه که ما داریم در یک رنج خیلی افقی خوب بین 50 خورده پنج پنج تا 72 هزار دلار بالا پایین میریم که خیلی به نظر من عجیب و غریب نیستش اما چیزی که ازش مطمئن هستم اینه که مطمئن هستم که نه چیزی که بهش اعتقاد دارم این هستش که ما در طی چند هفته و حتی چند ماه آینده یک بازار بسیار حوصله سربری خواهیم داشت بازاری که کارش از بین بردن لورش خواهد بود با چی با بالا پایین کردن های بزرگ و بدون اینکه جهت خاصی بگیره قبلا هم صحبت کردیم بازاری که رنج میزنه برای تریدرها خیلی جای بدی هست چون که نمیتونن ریسک ریوارد های بزرگ بگیرن و احتمال لیکویدیشن ها بالا هستش و اگر تئوری دار جونز رو خاطرتون بیاد که راجبش صحبت کردیم در دوره تریدینگ به عنوان شغل میدونین که بازارها سه فاز دارن یه فازشون این هستش که به بالا میرن یه فازشون این هستش که به پایین میرن و یه فاز این هستش که در شروع به رنج زدن میکنن و 80 درصد زمان ها بازارها در فاز رنج هستن و خب به نظر میاد که این تغییر فاز اینجا اتفاق افتاد و خب کار ما همین بود که بتونیم تا سعی تا این حالت ممکن رو تشخیص بدیم که با استفاده از OVV این کار رو انجام دادیم ولی به نظر میگاد در نهایت بازار در رنج هستش من چیزی که انتظار دارم این هستش که یه کمی از جنبه سنتیمنت از جنبه حرفایی که توی توییتر می‌بینید حرفایی که توی اینستاگرام می‌بینیم بره به سمت اصطلاحاً اون فاز گلوم فاز ناراحتی فاز اینکه نه دیگه اتفاق نمی‌افته این سایکل دیگه ما بولران نخواهیم داشت یه کمی بازار خنک بشه با این روش و احتمالا زمانی اتفاق بیفته که همه ناامید شده باشن و اصلا یک هیت رالی داشته باشیم یک رالی گاوی پر از تنفر داشته باشیم چرا که خیلی ها ناراحت هستن و معمولا در بازارها همین هستش هرچی اعتقادات و سنتیمنت و در واقع میگن میل و پیشبینی آدم ها به یک سمتی بیشتر میشه معمولا هر... سمتی که بازار حرکت میکنه طرف مقابلش خواهد بود خلاصه چیزایی که من خطایی که من روی چارت هم دارم یکی این خطا قرمز رنگ هستش که یه اون ترند اصلیمون هستش روند اصلیمون هستش از اکتبر 2023 شروع شد این خط روند آبی رنگی بود که تقریبا شکسته شد و میتونیم کم کم پاکش بکنه اما من یک هفته دیگه هم میذارم که روی چارتمون زندگی بکنه اگر که بتونه بالای خودش نگه داره اما این کانال نزولی خیلی آروم به سمت پایین رو دارم دنبال میکنم و بالاخره موقعیت های خریدی اینجا پیدا میشه اما میگم اینجا نباید عجله داشت از لورج به شدت دوری بکنید در زمانی که توی این فاز رنج هستیم که جز ضرر چیزی برای ما نخواهد داشت اما اگر نگاهی به بازار بورس آمریکا بندازیم بازار بورس آمریکا 6 روز اخیر رو قرمز رنگ سپری کرد کل هفته گذشته قرمز رنگ بود طبیعتا بازار رو مدت هاست داریم میگیم که اوربرن شده زیادی داغ شده بالاخره باید برگرده که سه دوستان میگفتن آقا شما دو ماه داریم میگین که بازار خیلی داغه بله درسته من در این کل این مدت که میشه بیش از دو ماه دارم میگم که بازار بیش از حد قیمتش بالا هست را میدین که توی یه هفته همه این می‌تونه جبران بشه آیا در توان من یا هیچ کس دیگه ای هستش که دقیقا روزی که اون شکست اتفاق میفته رو پیش بینی کنیم تقریبا نه اما در توان ما هستش که با نگاه کردن به داده های فاندامنتال با نگاه کردن به تکنیکال محض حتی بتونیم تشخیص بدیم که بازار بیش از حد داغ شده و نیاز به یک کول cool وجود داره بالاخره شش تا کندل قرمز پشت هم معمولا هشت تعداد کندل های قرمز پشت هم زیاد بشه احتمال حرک... حرکت, حرکت سبز کندل سبز بیشتر میشه من انتظار دارم که این هفته ما در نهایت سبز باشیم و برگشت رو ببینیم اما انتظار ندارم که بخواد این برگشت یک ادامه ای باشد برای این روند انتظار یک چی دارم دد کات باونس دارم یک جهش گربه مرده دارم یه قله تر و احتمالا ادامه روند نزولی مثل چیزی که بارها و بارها در بازار بورس دیدیم برگردیم سال گذشته شاید هزاران مورد از اینا بتونیم صدها مورد از اینا حداقل بتونید که پیدا بکنید پس این پیش من هستش از بازار بورس و آمریکا و یه جورایی معتقد هستم که بیت کوین لید میکنه راهو در واقع همین مسیری که بیت کوین پیش گرفته رو احتمالاً بازار بورس هم پیش خواهد گرفت ولی خب طبیعتا متأخری بیشتر به خاطر آخر هفته ها که بسته هستش اما نگاه کوتاهی هم به نفت بندازیم نفت بعد از اخباری که منتشر شده بود از جنگ شروع به افزایش قیمت کرده بود اما برگشت رو دیدیم یه جورایی اون دی اسکلیت شدن اون نگرانی های خیلی زیادی که وجود داشت از اینکه بخواد جنگ در بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بیشتر بیشتر بشه یه جورایی خوابید در بازار نگرانی ها خوابید و برای همین بازگشت قیمت نفت رو داشتیم کماکان روی ساپورت هستش در 86 و تاثیرش رو روی بازار فارکس گذاشت در به دلار کانادا صحبت خواهیم کرد و ترید هایی که روی دلار کانادا داشتیم صحبت خواهیم کرد اما هنوز استراکچر بولیشش از بین نرفته من تا وقتی که این حمایت به طور کامل از دست نره و بتونیم برگردیم مثلا به زیر این حمایتی که در 85 و 356 وجود داشت من هنوز خیالم راحت نیستش که این روند به پایان رسید دارم راجع به نفت برند صحبت میکنم است. اگر روی چار دارین دنبال میکنین WTI هایی کمی عدداش متفاوت خواهد بود اما اگر بریم و سری بزنیم به فارکس و جو فرسایی که ترید باز داشتیم یکی یورو به پوند بود که به ریسک ریوارد یک به پنجمون رسید و من تقریبا بخش خیلی خیلی بزرگی از ترید رو بستم بیش از 90 درصد ترید بسته شده ترید موفق یک به پنج رو داشتیم اینجا اما از اینجا به بعدش ببینیم چه خواهد شد من خیلی خیلی میگم کمتر از 10 درصد ترید باز هستش بنابراین همین دیگه دنبالش نمی در هفته نامه ها با جهت یادآوری که به کجا رسید حرکت رو اینجا دیدیم یورو به دلار نیوزیلند هم کماکان داره مسیر خودش رو طی میکنه من تارگت هم یه کمی بالاتر هستش براش ولی خب این هم بخشی از تریدش بسته شده در طی هفته نامه های گذشته روی صحبت کردیم حتما, حتما بریم ببینید اما تاثیری که قیمت نفت گذاشتو رو ببینید بتون نشون بدم در پوند به دلار کانادا و میتونیم ببینیم که بازگشتش و به استاپ خوردنمون هستش که این ترید رو برای ما به پایان میرسه این تریدی نبود که از اون اولم خیلی دوست داشتم نگاش داشته باشم اگه خاطرتون باشه گفته بودم دوست نداشتم این حرکت انقدر نزدیک به استاپ ولی خب بالاخره استاپ لاس خورد و اصلا موضوعی نیستش شاید چیزی باشه که در آینده بخوایم نگاهش بکنیم برای ترید به سمت پایین ولی خب روند روند سعودی چند یکی دو سال اخیر کمی سخت‌تر و نگران کننده تر می‌کنه این کار رو برای ما. در نهایت دوتا تا سهام رو میخوام کنیم یکی انویدیا هستش که انویدیاش سهمی بود که تقریبا کل این مدت بازار بورس آمریکا رو داشت بالا نگه می داشت و روز جمعه به تنهایی فقط 10 درصد کاهش رو داشت دوباره میگم نشانه های دیگری از اون نیمچه حبابی که در بازار بورس آمریکا وجود داشت و برگشتارشون رو دیدیم دوباره احتمالا روز دوشنبه و حتی تا اواخر هفته ما اینجا یه ذره مثبت داشته باشیم ولی چیزی نیست که بخوام روش شرط بندم و چیز دیگه هود رابین هود رو که با هم بررسی میکردیم از قله ای که ما صحبت از خروج کردیم بعد بالای 20 دلار من گفته بودم که باید خارج بشیم تا 20 و نیم دلار رفتش بالا اما اگر از 20 دلار خارج شدین تا اینجا تقریبا 20 درصد ضرر رو تونستین حفظ بکنیم و خب این کاری بود که کرده بودیم کجا انتظار یه ذره کف زدن و جای خرید رو دارن من این ناحیه رو هفته پیش کشیدم این خط قرمز رنگ رو هم امروز اضافه کردم چیزی هول هوش 15 دلار به نظر جای خیلی جالبی میاد برای اینکه بخوایم یک پله بازگشت داشته باشیم به رابین هود برای طولانی مدت و همچنین میان مدت اما تکنیکال ها به اینجا به پایان رسید بریم به سری به آنچین بزنیم امروز آنچین رو گذاشتم آخر ویدیو چون که ته این قسمت میخوایم به سوال در واقع و سوال و جایزه برسیم اما مثل همیشه شروع بکنیم از دکویدیشن هیت مپ شروع میکنیم کماکان در حوالی 74 72 تا 74000 هزار دلار مقدار قابل توجه لیکویدیشن داریم پوزیشن های شورتی که باز شدن و نقطه لیکویدیشن در حوالی 75 هستش اما از طرف دیگه اگر نگاه بکنیم در حوالی 50 هزار دلار هم یک ناحیه لیکویدیتی دیگر داریم و خب این همون رنجی هستش که داشتیم راجع بهش صحبت می‌کردیم احتمالاً حرکت بین این دوتا زیاد داشته باشیم در طی چند ماه آینده و مقدار قابل توجه لیکویدیشن از تو بازار جمع بکنیم اما اگه نگاهی به اوپن Interest و فاندینگ ریت بندازیم به طور خاص اوپن Interest می‌تونیم ببینیم که از هفته گذشته که مقدار زیادی اوپن اینترست فلاش شد و مقدار زیادی از تریدرها جمع شدن تقریبا نتونست بازار خودش رو برگردونه و من گفتم برای اینکه بخواد بازار برگرده دوباره شروع به حرکت بکنه نیاز هستش که اعتماد خورد فروش ها و تریدر های خورد در بازار برگرده و یکی از نشانه هایی که این اعتماد برگشته این هستش که اوپن اینترست افزایش پیدا بکنه در بازار افزایش بکنه کماکان خبری از این اعتماد نیستش و برای همین من کماکان انتظار حرکت قابل توجه و ادامه دار به هیچ سمتی رو چه به بالا چه به پایین ندارم چرا میگم به هیچ سمتی چون که فاندینگ ریت هم داره بهمون میگه که نه به یک سمت نه خیلی لانگ زیاد داره نه خیلی شورت زیاد داره دوباره از هفته گذشته که این ریزش ها رو داشتیم تقریبا برگشتیم به یک اوضاع بالانس مقدار مساوی تریدر لانگ و شورت در بازار وجود داشت از لحاظ حجم ولی و در مجموع هم مقدار کمی داشتن که اینو باید نگاهی به اوپن اینترست میتونیم که بفهمیم اما اگر بریم روی خود چین و اسپات رو نگاه بکنیم شورت هم هولر سو پیار که هفته گذشته صحبت کردیم بودیم که آقا این تاخیر داره تاخیرش بالاخره به پایان رسید تاخیر یک هفته ای و برگشتیم بالای یک اگر بتونیم در طی یک هفته آینده دوباره برگردیم بالای یک و خودمون این بالا نگه داریم میشه شاید شا بشه گفتش که نه و روند ادامه داره ولی این میتونه خودش یک نشانه ای باشه از پایان روند نزولی حداقل فعلا و احتمالا وارد اون فاز مینی بر مارکت اون بشین دقیقاً دوستان مینی بر مارکتی که میگم از نیستش که قیمت میاد پایین میرسه به 8000 تا که همه منتظرش هستن نه نظر هستش که در یک رنج قابل توجه و بیشتر اون خستگی ذهنی رو برای تریدرها ایجاد بکنه میگم نقطه برسه که همه خسته شدن همه فکر میکنن دیگه از اینجا قرار نیست بالاتر بره اونجا جایی هستش که شروع میکنیم به دیدن تغییر قیمت و حتی تغییر روند بسیار علی خب این موضوعاتی بود که هر هفته راجع بهشون صحبت می‌کنیم اما این هفته یک اتفاق دیگر هم افتاد همطور که میدونید هفته تووینگ بیت کوین بود و مقدار تولید بیت کوین نصف یعنی چی یعنی مقدار بیت کوین هایی که در هر بلاک تولید می شدن، 6 6.25 25 بیت کوین در هر بلاک ما تولید کردیم اما از این هفته و از بلاک 840 هزار به این ور هر بلاک جدید سه ممیز 125 بیت کوین جدید تولید میکنه و همونطور که هفته پیش صحبت کرده بودیم اگر نگاهی به استاک تو فلو بندازیم این موضوع و این هاوینگ بیت کوین رو یک جورایی کمیابتر از طلا میکنه نسبت بیت کوین های جدیدی که تولید میشه به نسبت کل بیت کوین هایی که وجود داره رو اگر مقایسه بکنیم با نسبت طلا هایی که تولید میشه به نسبت کل طلا هایی که بالای سطح زمین وجود داره رو توی ببینیم که الان بیت کوین از طلا کمیاب و سخت یاب تر شد و خب این در طولانی مدت طبیعتا تاثیرات قابل توجهی خواهد داشت از لحاظ در واقع که بیت کوین ولی خب در کوتاه مدت تاثیرش بیشتر توی جنبه هیجان و اون اخبار و مدیاهای مختلف هستش جشن گرفتن های مختلف هستش و نباید انتظار داشته باشه خب امروز تولید بیت کوین نفس شد پس امروز باید قیمت بیت کوین دو برابر بشه انتفاق نمیفته همونطور که در سایکل های گذشته نیفتاده بود و امیدوارم کسی انتظار این رو نداشته باشه با نگاه خیلی سریع به گذشته میتونیم این موضوع رو ببینیم اینجا داریم تولید نرخ تولید بیت کوین ها رو میبینیم و میتونیم ببینیم که در هاوینگ ها نصف میشد این چیز عجیب و جدیدی نیست اما چیزی که کمی شاید عجیب و جدید بود این بود که نرخ فی یا هزینه تراکنش ها بسیار افزایش داشت در روز گذشته در روز گذشته در روز 24 به طور متوسط نه اون روز 19 14 دقیقه تر بخوایم به طور متوسط 127 دلار 128 دلار هزینه تراکنش روی بیت کوین بود این در حالی است که هزینه تراکنش معمولی روی بیت کوین مثلا در طی یه سال دو سال گذشته نگاه بکنیم 5 دلار 6 دلار هستش و حتی بعضا میتونید که کمتر هم کارتون رو راه بندازید اما چه اتفاقی افتاد بعد از که به منپول نگاه بکنیم منپول رو بچه‌ها که دوره تریدینگ به در دوره آنچین رو برداشتن در جایی اون هستن که دقیقا چی هست اما خیلی خلاصه و ساده بخوایم بگیم یک لیستی است از همه تراکنش هایی که منتظر هستن وارد چی بشن منتظر هستن وارد بلاک ها بشن و این رنگ های مختلف مقدار چی هست مقدار کارمزاشون رو نشون میده این رنگ قرمزی که این پایین هست کمترین کارمز هستش و هر چی میریم بالاتر کارمز های بیشتری هستش من اگر کمی زوم بکنم به یکی دو روز اخیر یا یک هفته اخیر بیایم اینجا رو بخوایم با هم ببینیم میتونیم ببینیم که تراکنش های یهو از یه جایی از هفت آپریل دو هفته پیش شروع کردن به بیشتر شدن و با هزینه تراکنش بیشتر کسایی بودن که دوست داشتن سریعتر بتونن بیت رو, رو روی چین جابجا بکنن قبل از که قیمت ها افزایش پیدا بکنه که این افزایش قیمت ها رو داشتیم در به طور خاص در حوالی هاوینگ چرا اتفاق افتاد افزایش قیمت ها میگم بیشتر از اینکه یک معنای اقتصادی عمیق پشتش باشه دعوا این بود که تراکنش کی میتونه توی بلاک هاوینگ قرار بگیره اینسکریپشن که میتونه اونجا قرار بگیره و راه های مختلف لایه های مختلف بیت کوین که همه تلاش داشتن میکردن اون اصطلاحا بهش میگن دیجیتال ریل استیت مثل زمینی که شما میتونید بخرید اما در دنیای دیجیتال هم داشتن تلاش میکردن که یک قطعه از اون بلاک 840000 رو داشته باشن و حتی مورد داشتیم که بالای 100 دلار هزینه تراکنش دادن که صرفا توی اون بلاک قرار بگیرن و خوب این باعث شد که افزایش قیمت تراکنش داشته باشیم طبیعتا کوتاه مدت هستش و برگشته سر جاش الان اگه نگاه بکنیم شما با 6 دلار 7 دلار میتونید که تراکنشتون رو انجام بدین حتی کمتر اگر عجله نداشته باشین حتی کمتر که خیلی عجله داشته باشین تراکنش 8 دلاری کارتون رو راه خواهد انداخت و این عدد به زودی کم و کم و کمتر کم خواهد شد از که این سری تراکنش های جدیدی که صرفا برای وجود داشتن در اون بلاک اومده بودن فلاش بشن و برن میتونید این موضوع رو ببینید به در منپول اگر دوست داریم میتونیم بریم و بلاک 840 هزار رو هم پیدا بکنیم این بلاک 840 هستش اگر که دوست داریم ببینیم میتونید اینکه که در این بلاک 37 تا بیت کوین فقط کارمزد تراکنش بود که وایو اگر اشتباه نکنم ماینش کرد و 37 بیت کوین هزینه تراکنش دریافت کرد بیش از دو میلیون دلار برای ماین کردن یک بلاک دقت کنید که در این بلاک فقط 3.125 بیت کوین جدید به ماینر داده شد اما 37 تا بیت کوین از تر... از هزینه تراکنش هایی که توی این بلاک بود به ماینر ها دا... به ماینرش داده شد و ماینر وا... وای بی تی سی داده شد به پول ماینینگ وای بی تی سی البته داده شد و به طور متوسط 17 دلار هزینه تراکنش بود البته میگم خیلی خیلی بیشتر بود این عدد برای خیلی ها ولی خب در نهایت 40 تا بیت کوین رسید دست وای بی تی سی و اینم پس بلاک هاوینگ uh, بود اگر دوست دارین که بیشتر ببینین تمام تراکنشش هم تقریبا میتونین طبیعتا میتونین برین این تو ببینید بسیار عالی اما بریم به قسمت جالب قضیه قبل از اینکه به مصراقم بریم اگه چند تا مورد رو نگاه بکنیم به هزینه تراکنش ها اگر نگاه بکنیم اینجا نمودار هزینه تراکنش ها رو دارم و یه چیزی که شاید توجه خیلی ها بکنه من خودم از روی صفحه هست میکنم که بهتر بتونیم ببینیم چیزی که شاید توجه خیلی ها جلب بکنه که آقا آخرین باری که هزینه تراکنش ها اینقدر بالا بود ما دقیقا روی قله بیت کوین بودیم آیا دوباره ما داریم قله میبینیم آیا این قله بیت کوین بود که دیدیم این هزار دلار قله نهایی این سایکل بود که دیدیم راجب اینکه آیا قله بود یا نه نمیخوام صحبت کنم اما می‌خوام راجب این صحبت کنم که چه تفاوت عمده وجود داره بین این دوتا تا قله قله که در قله تراکنش تر... قله کارمز تراکنش چرا کارمز تراکنش در سال 2017 اینقدر زیاد بود در دسامبر 2017 اینقدر زیاد بود و چرا هزینه تراکنش الان انقدر زیاد هستش در دسامبر 2017 هزینه تراکنش خیلی زیاد بود چون قیمت بیت کوین زیاد بود و همه میخواستن که بیت کوین داشته باشن همه میخواستن هر جور که شده خرید بکنه اصلا اون فامو و ترس از جا موندن باعث شده بود که همه تمام تلاششون رو بکنن که بیت کوین رو جابجا بکنن احتمالا به قصد خرید و این باعث شد که هزینه های بسیار بسیار زیادی برای تراکنش پرداخت بکنن اما دیروز هم این اتفاق افتاد دیروز هم خیلی میخواستن بیت کویناشون رو جابجا بکنن اما نه به خاطر اینکه قیمت بیت کوین خیلی بالا یا خیلی پایین بود بیشتر به خاطر چی به خاطر همون داستان دیجیتال ریل استیت به خاطر که همه میخواستن روی لایه های مختلف بیت کوین تراکنش داشته باشن میخواستن یک انسکریپشنی دقیقا روی اون بلاک داشته باشن و هزار و یک دلیل دیگه اما به خاطر اینکه بخوان قیمت بیت کوینشون رو بفروشن یا بخرن این افزایش قیمت رو ندیدیم اگر زوم بکنیم و بیایم اینجا می‌بینیم که در می 2023 همین اتفاق افتاد افزایش نه به این حدی که دیروز بود اما افزایش قابل توجه تراکنش ها هزینه داشتیم و اگر که بریم در میتونید در کپشن لینکش رو پیدا بکنید در ویدیویی که راجع به اینسکریپشن صحبت کردیم دقیقا گفتیم که چرا این اینسکریپشن ترافیک را انداختن روی بیت کوین بعد نتیجه ترافیک روی بیت کوین همین افزایش تراکنش هستش که طبیعتاً سریع از بین رفتش و انتظار میره که این حرکت هم سریع از بین بره. که میگم تا هم رفت، الان نگاه بکنیم میتونیم که تو همین یه روز، در روز هنوز کامل نشده این با تایمزون متفاوتی هستش اما دو با... طبیعتاً تا تو همین الان هم میتونیم ببینیم که مقدار قابل توجهی از این تراکنش کم شده و در طول ویدیو در, در طول ضبط کردن همین ویدیو هم تقریبا 1 دلار کاهش داشت. بسیار عالی. حالا حالا چیزی که من میخوام بپرسم، سوالی که من میخوام بپرسم و جایزه ای که در انتظار خیلی از این موارد رو در دوله آنچین با هم صحبت کردیم و دوره آنچین رو اینجا میتونیم پیدا بکنید جایزه ای که در انتظار کسی که سوالی کرد بزودی می‌خوام میخوام بپرسم رو جواب بده از جایزه ناقابلش این دوره آنچین هستش از طرف من با ارزش و علاش دلار و سوال اینه سوالی این است اگر که به ایشورنس نگاه بکنیم به مقدار بیت کوین تولیدی نگاه بکنیم و زوم بکنیم اینجا تا ته ته میتونیم ببینیم که مقدار تولید بیت کوین در روز 20 آوریل زیاد شد. ما انتظار داشتیم که مقدار تولید بیت کوین نصف بشه. چرا مقدار تولید بیت کوین بعد از هاوینگ زیاد شده؟ سوال رو تکرار میکنم انتظار بر این بود که بعد از هوینگ به جای 6 ممیز 25 صدام بیت کوین در بلاک 3 ممیز 125 صدام بیت کوین در بلاک تولید بشه اما به واقعیت که نگاه میکنیم مقدار تولید بیت کوین در روز بعد از هوینگ در روز 20 آوریل بیشتر از مقدار تولید بیت کوین در روز 19 آوریل بود چه اتفاقی افتاد چرا لطفا کامل برای من در کامنت بنویسین به قید قرعه به دوستان دوریان چین تعلق میگیره ممنون از اینکه تا اینجا داستان همراه ما بودین مراقب خودتون باشین و تا دیداری بعد خدا نگهدارتون باشه